درود فرمان خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. دوستان توی این برنامه قصد دارم که دو تا فیلتر رو براتون بررسی بکنم، نمادهایی که در فیلتر اول کف قیمت سه ماهه خودشون هستن و حجم مشکوک هم در آخرین روز معاملاتی داشتن رو با هم دیگه بررسی میکنیم که مشاهده میکنیم نمادهای کگوهر، شبتیز، شیراز، زاگرس، پارسان و لوتوس هستن. چهار تا پتروشیمی در این لیست ما وجود دارد. قبل از اینکه وارد برنامه بشیم، یه برنامه دیروز ما گذاشتیم و خب راجع به اون نامه‌ای که در ارتباط با پتروشیمی اومده بود صحبت کردیم. حالا نمیدونم دوستان برنامه رو دیدن یا نه. در حال مخاطبمون حالا به نوعی آیدی اعظم پرچم بودن که خب ما ازشون گفتیم که توضیح بدید برای ما و خب حالا توضیح دادن این بوده. من این رو هم برای شما دوستان میخونم، چون برنامه خیلی طولانی بود و بقیه دوستانم نظر دادن، لطف کنید یه خودتون برید اونجا برنامه رو ببینید و نظر بدید حتما. در حالشون میگن که خودتون در 17 اردیبهشت تکنیکالی فروختید. اولا ما 17 اردیبهشت نفروختیم، قبلش فروختیم و وقتی هم فروختیم یک کمی بالاتر. این اولا از این. دوم اینکه شما میگید تکنیکالی، خب تکنیکالی مشکلی نیست، به رانتی وصل نبودیم که بفروشیم، که بر اساس اینکه بالاخره قیمت پایین‌تری خریده بودیم گفتیم در قیمت بالاتری میفروشیم. بعد نوشتم برای دیگرانی که نفروختند و به تکنیکالی اهمیت ندادن از آب گلالود استفاده میکنیم. حالا ما چه استفاده‌ای داریم برای اونا میکنیم؟ الان مثلا داریم میگیم یه رانتی در دولت شکل گرفته و داره رانتی کار میکنه، الانه برای کسی چجوری تونستیم از آب گلالود چیزی بگیریم؟ میگن این اصطلاح وقتی به کار میبرن، میگن طرف از آب گلالود ماهی میگیره وقتیه که یه نفعی را میبره. الان مثلا من برای دیگران چه نفعی دارم میبرم؟ این بندگون خدایی که 17 اردیبهشت رفتن خریدن یا اون موقع نفروختن الان براشون سهام ریخته پایین، الان صحبتی که من میکنم چه نفعی دارن میبرن؟ این را شما بفرمایید. بعد این نامه بدون تصمیم نهایی و ابلاغ به شرکت ها رانتا بی ارزگی را علت ریزش می دانید. خب علت ریزش همین بوده دیگه، این غیر از اینه. این نامه ابلاغ نهایی نشده ولی عده ای ازش خبر داشتن، یعنی می دونستن که حالا مثلا یه هفته دیگه، دو روز دیگه، یه موقعی. ببینین نامه محرمانه که نبوده که، یه دوی ازش خبر داشت. ما میگیم اون آدمایی که تو اون جلسه خبر داشتن سریع زنگ زد پسر خالش، دختر خالش، به شرکت هایی که حالا بالاخره هستم، یا آقا جون جریان اینا یه نامه مصوب شده، حالا شاید یه هفته دیگه، در رو دیگه، و یه شکر به بازار وارد کردن در هر حال. و بعد هم فساد نهادینه شده در سیستم را نتیجه میگیرید. حالا مگه غیر از اینه؟ مگه فقط این مورده، این فسادی که ما داریم ازش صحبت بکنیم، چیزی که آقای رئیسی در زمان قوه قضاییه خودشون گفتن، حرف من نیست اصلا. آقای رئیسی زمانی که در قوه قضاییه تشریف داشتن گفتن آقا یه فساد نهادینه شده در سیستم اجرایی کشور وجود داره، من در قوه قضاییه نمیتونم جلوی اون فساد رو بگیرم، الان میخوام از قوه قضاییه بیام قوه مجریه تا بتونم جلوی اون فساد رو بگیرم. من اصلا حرف خودم رو نزدم، حرف ایشون رو زدم. وقتی که این وجود داره خب دیگه نمیشه کتمانش کرد که. شما میگید آقا هیچ فسادی وجود نداره، شما فقط بگید آفرین. خب این که نمیشه که، هیچ انتقادی نکنید و بعد میگید واقعا آفرین به اون نبوغت. نمیدونم با منید با آقای رئیسی که میگن آقا این سیستم نهادینه شده وجود داره، در حال من حرف ایشون رو زدم. میتونید برید ببینید مصاحبه‌هاشون، من دقیقا یادمه قبل از انتخابات ایشون گفتن که، حتی یکی مواردی که یادم ازشون سوال شد، گفتن آقا شما جلوی فساد در قوه قضاییه بهتر میتونید بگیرید، شما اصلا کار قوه قضاییه اینه که جلوی فساد بگیره. گفت نه دیگه، اونجا این دیگه این فساده را دیگه ما فقط باید مجازاتشون کنیم. من برم قوه مجریه از همون اول جلوشو میگیرم که اصلا فسادی شکل نگیره بیاد که بعدن بخوایم مجازاتشون بکنیم. بعد میفرمایید که فساد در مورد تحلیل خودتان هم وجود دارد که نقاط حمایت و مقاومت رو میدانید. چه فسادی داره؟ شما من بگید فساد اداری، فساد اینکه شما نقاط مقاومت و حمایت رو بدونید، اینه که برید یه مثلا دوره تکنیکال ببینید، برید با چند تا نمودار آشنا بشید. در نهایت هم میگیم آقا جو اینا تا 70% در بهترین حالت جواب میده، هیچ وقت مدعی نیستیم این کار حتما جواب میده. بله ما هم تو بازار ضرر میکنیم، در بازارهای مالی ضرر میکنیم، در به قول معروف همه بازارهای مالی، با وجود اینکه شما نقاط رو بدونید و ندونید ضرر میکنید. چرا؟ چون اصل کار
جای دیگه داره رقم میخوره. وقتی که شما خبر خیلی میتونه تغییرات ایجاد کنه، نه فقط در اینجا، فدرال رزرو آمریکا میاد یه خبر میده، میگه آقا جون مثلا من بهره بانکی را یک ماه دیگه میخوام زیاد بکنم، کلی روی تمام ارزهای دنیا تاثیر میذاره، روی طلا تاثیر میذاره، همه چی تاثیرگذار میشه دیگه. پس بنابراین فقط مال بورس هم نیست. حالا فکر کنین فدرال رزرو این خبر رو بدونه، لحظه ای اعلام نکنه. ببینید اونا از قبلش ما میدونیم، از قبلش میدونیم. چه جوری میدونیم؟ بذارید من بهتون نشون بدم. ببینید اینا ما از جا میدونیم. ما الان میدونیم که برای آمریکا الان دقیقاً 28/6، امروز 28/6 دیگه، امروز 29/6 ببخشید، 29/6 در چه ساعت‌هایی چه خبرهایی قرار اعلام بشود. نه امروز 29/6 هسته ساعت 5 تغییرات دوره‌ای شاخص قیمت تولید نهایی ناخالص داخلی. قبلش هم هیچ کس نمیدونه چیا، یعنی تا 4:59 دقیقه هیچ کسی در دنیا اطلاع نداره. اگر اطلاع داشته باشه تخلف فساده. ساعت 5 قراره این منتشر بشه. حالا شاید مثلا نیم ساعت قبلش یکی از اونایی که تون جلسه هستش یه زنگی بزنه به مثلا به پسر خالش هم بگه دیگه، میگه قراره اینا اعلام کنیم، بالاخره بازار میرزه یا بازار میره دیگه، من نمیدونم. شاید اینجوری باشه، اونا هم فساد دارن. خب قطعا اگه باشه دارن دیگه، ولی نهایتا اینجا تمام چیزها شفاف، یعنی تمام اینا رو ما میدونیم در چه ساعتی در چه تایمی قراره که چه کارهایی انجام بدن. ببین رفت تا 3-7 رفت تا 5-7 رفتیم تو هفته آینده که قراره مثلا این کارها انجام بگیره و ما بر اساس این اطلاعات که در رأس ساعت خودش قراره منتشر بشه میایم و برنامه ریزی میکنیم. حالا فقط برای آمریکا نیست، برای انگلیس هست، برای ببینید این الان ما برای انگلیس میدونیم که انگلیس مثلا چه موقعی میخواد چیکار بکنه و بر اساس این اطلاعات میایم و برنامه هامونو میچینیم. بنابراین این کاری که ما انجام میدیم فسادی توش نداره. فساد جایی شکل میگیره که اینها اطلاعات رو به ما ندهند. اگر همون تاریخ میمدن میگفتن آقا جون این نامه ابلاغ نهایی نشده، نمیشه، ولی تصمیم اینه. الان قطعا یه عده‌ای میدونستن این تصمیم را و بر اساس اون رفتن فروش انجام دادن و اون عده هم تعدادشون کم نبوده، یعنی اینقدر بوده که تونسته شاخص و یهویی بریزه. حقوقی های همون شرکت های پتروشیمی که در حال زمزمشش هم شنیدن قطعا رو همون قیمت یا قیمت های پایین ترش خالی کردن. و خب بله بورس هم به یک نقطه‌ای رسیده بوده، به یک حد بالایی رسیده بوده، اونم همراه شده. من نمیگم اون نبوده، که بحث ما اصلا روی این نیست و بحث اصلا روی شخص من نیست. اصلا فکر کنی شخص من شانسی فروش کرده یا مثلا یک نفری ضرر نکرده، مگه سود و ضرر یک نفر مهمه؟ بحث ما اینه که آقا جلوی رانت و فساد را بگیرید. حالا اگر این حرف بده شما بگید آقا شما خودت هم چون نقاط حمایت و مقاومت رو میدونی فساد داری انجام میدی، خیلی خوب پس جلوی منم بگیرید که نقاط مقاومت و حمایت رو ندونم. اگه فساد من اینه، نقاط حمایت و مقاومت رو منم ندونم، جلوی اونا رو هم بگیرید که اینگونه نیان و مثلا یه اطلاعات خودشون داشته باشن در اختیار مردم نذارند. بعدش میگید که اون موقع فروختی تا الان فریاد رانتا اختلاس و بیورزگی سر میدهد. خب بگه غیر از اینه، ببینید اصلا من فروختم میگم من مهم نیستم، فکر کنید اصلا من سرمایه ندارم، یا فرض کنیم که من شانسی فروختم، حالا یه بار تونستم بفروشم شانسی. اگه فردا دوباره یه همچی اتفاقی بیفته و من الان خریدم و نتونستم بفروشم چی میشه؟ بحث ما اینه که جلوی رانتا فساد و بی‌ارزگی را بگیرید. حالا شما میگید نه شما نگیرید، خیلی خب نگیرید، خب اینجوری بهتره. بعد میگید چرا مهره‌ای در جهت تحمیق مردم شدید که آن را علیه دولت بشورانید، به کجا وصل هستید؟ متأسفانه دوره همین وس بودنه و دشمن، یعنی هر کسی بیاد انتقاد، کوچکترین انتقادی بخواد داشته باشه، شما به چشم دشمن میبینیدش. ببینید یه زمانی ما یه دشمنی داشتیم حالا به نام رژیم بعث عراق، اینا حمله کرده بودن، متجاوز بودن و واقعا دشمن بودن، همه مردم هم میدونستن و تمام امکانات کشور در جهت این بود که بریم جلوی اونها رو بگیریم و خب بالاخره موفق هم بودیم در زمینه‌های توی مثلا
200-300 سال اخیر اگه نگاه بکنیم، هر موقع یک دشمن خارجی به ایران حمله کرد، یه تیکه رو گرفت و رفت. این تنها موقعی بود که یه دشمن خارجی حمله کرد، نتونستی چه بگیر. ببینید من درستش هم میگم دیگه، زمان قاجار بریم، بالاخره حمله هایی شد، تیکه تیکه ایران رو برداشتن بردن. قبلش بریم همونه، یعنی اصلا شما از بعد از زمان ساسانیان که نگاه بکنید، هر وقت یه حمله به ایران شد، یه تیکه ایران کنده شد رفت. تنها دوره ای که این اتفاق نیفتاد همین جنگ عراق و ایران بود. درست. حالا تمام شماهایی که متاسفانه یه دیدگاه خاصی دارید، هر کس میاد حرف میزنه مثل همون عراقی ها میبینیدش. عزیز من اگه کسی انتقاد داره میکنه توی این کشور، دشمن نیست. فرق دوست و دشمن را هر وقت فهمیدید، بعداً اون موقع میتونید اینجا بیاین نظر بدید. هر چی که حرفی میزنه به کجا بستی، شما بخوای بردون بشورونی فلان. آقا مثلا چند نفر آدم توی کانال من ویدیو دیده، مثلا 500 نفر دیده. شما وقتی که مثلا 40 میلیون مخالف دارید، 40 میلیون، ببین چیکار کردی که رسید به 40 میلیون مثلا مخالف. اون مهمه. اگر رسید به 60 میلیون بعداً اون مهمتر میشه. اگر رسید مثلا به 80 میلیون، خب دیگه موافقی وجود نداره اصلا. الان ما در این مرحله ایستادیم، میلیونی مخالف از سیاست ها، از عمل کرد ها، از نتایج. نتایج خیلی مهمه دیگه. شما مثلا آدم های خیلی خوبی، الان سخنرانی اخیر رهبری با قوه قضاییه همین بود، قوه قضاییه همین بود دیگه، گفتن آقا نتیجه مهمه، اینکه شما کار دا خوب انجام دید یا بد انجام دید دیگه مهم نیست، نتیجه مهمه دیگه. خیلی خوب، نتیجه مهمه، همه جا همین هستا، یعنی فقط اون مورد نیست، در ارتباط با همه در کشور که کارشون رو خوب انجام میدن یا بد انجام میدن مهم نیست، نتیجه مهمه. چه نتیجه‌ای بوده که الان این همه مخالف پیدا شده، بالاخره این همه منتقد پیدا شده، این همه مثلا فساد پیدا شده؟ کسی که توی مجلس خودش مثلا داره دنبال حقوق نجومی میگرده، خودش حقوق نجومی بگیر شده و این مورد نیست. اون کسی که میگه آقا کالای داخلی را بس به اصطلاح کار بکنیم و رئیس مجلس شده، میره سیسمونی بچهش رو، نوهش رو از کشور دیگه میاره، اون یکی نمیدونم میره ماشین شاسی بلند میگیره، اون فلان میگه. خب پس اینا چی اسمش؟ اسمش اگه شما فساد نمیذارین چی بذارین؟ و اگر اینجاها اعلام نشه خب کجا قراره اعلام بشه؟ متاسفانه صدا سیما که اینا رو اعلام نمیکنه که. اگر که این فضای مجازی وجود نداشت، الان کدوم ما مثلا متوجه میشدیم مثلا دختر مردم خانم مهسا امینی رو شهریور ماه گرفتن بردن، بالاخره ایشون بر اثر، حالا نمیدونم، شاید همون چیزی که میگندم درست باشه، به علتی فوت کرده اونجا، هیچ کس اطلاع پیدا نمیکنه. فضای مجازی باعث شد که این اطلاعات پیدا شد. اگه صدا سیما بیاد اینا رو قشنگ بشینه نقد بکنه، ما میریم تو صدا سیما همین حرفا رو میزنیم دیگه، نقدش میکنیم، میگیم آقا جون بله الان این فساد نهادینه وجود داره، علتش هم اینه، جاش هم نشون میدیم، آقا درخواست میکنیم برید برطرفش کنیم. من متوجه نمیشم چرا هر کسی انتقاد میکنه میشه دشمن. به کجا وصل هستی؟ والا جایی که من خودم نمیدونم کجا وصلم، شما میدونید بیاید به من بگید. اگه به جایی وصل بودم صد باره تا حالا چه میدونم، اینقدر نهادهای امنیتی وجود داره توی این کشور که میدونه دیگه، اونا دقیق میفهمن که کسی به کجا وصله و کجا وصله. من نقد خودم را دارم میکنم و هیچ دلیلی هم نداره بخوام به جایی وصل بشم و هیچ وقت هم کسی را نشوروندم گفتم برید این کار بکنم. میگم آجوی نامه اومده، توضیح خواستم از خود شما که طرفدار و حامی این دولت هستید، هم اتفاقا درخواست کردم صدای من رو به اونها برسونید، به این که اگه بخوای مردم راضی باشن جلوی این گونه فسادها رو بگیرید. بحث ما اینه، اگر نه ما نه به کسی گفتیم کاری انجام بده، نه حتی به صلاح به دوستانی که توی این کانال هستن یا جای دیگه هستن گفتیم که آقا خود دولت این کارو کرده، ما گفتیم آقا یه عده‌ای هستن وجود دارن، آقای رئیسی جلوشونو بگیر، آقای مخبر جلوشونو بگیر. نمیدونم حالا واقعا شما چجوری اینها را برداشت میکنین، این خودش هم در نوع خودش جالب هست. خیلی خب، حالا بگذاریم بریم سراغ نمادهایی که وجود داره. اولی که گوهر هستش، خب توی این فیلتر ما همجور که مشاهده میکنید، نماد که گوهر 12/11 از قیمت 3800 تومان حرکت کرده تا 6100 تومان هم رسیده. الان یه اصلاحی ها انجام داده، به کف سه ماهه خودش تقریبا رسیده و
یه جورایی با حجم خوبی هم مواجه شده، از 61% فیبا هم پایین تر اومد. قیمت پیکش در سال 99 قیمت تقریبا 6000 خورده بوده که الان هم به همون قیمت رسید و برگشت رو ازش شاهد بودیم. اگر ملاک اون بخواد همین موج حرکت آخری باشه که از برج 11 شروع شده، میتونیم بگیم که الان تقریبا در وضعیت خوبی برای خرید قرار گرفته و خب حتی کمتر از 61% فیبو اومده. با پیک سال 99 و پیک جدید خودش هم که همون 6000 خورده هستش فاصله خوبی داره، بنابراین توی این محدوده ها میتونه برای اولین پله فعلا کسایی که نخریدن یا اینکه قصد خریدش رو داشتن مناسب باشه. نماد بعدی نماد شپتیس هستش که پتروشیمی پردیس، خب با افت زیادی که الان داشته به قیمت تقریبا برج 11-12 پارسال برگشته، همجور که مشاهده میکنید ما حتی در برج 9 پارسال قیمت شپتیس را روی قیمت 17000 تومان داشتیم، الان روی قیمت 14760 تومان یه اصلاحی پارسال داد و تا اینجا رسید، تا کف 14000 رسید و برگشت. این هم در نظر داشته باشید، یعنی تقریبا میتونیم بگیم که این نماد در کف حدوداً کف یک ساله خودش قرار گرفت. حالا حدوداً میگم به خاطر اینکه حالا یه ذره پایین تا مثلا 14000 بوده دیگه، کف یک ساله ببینید 11401 رو ببینید، برج 4401 رو قیمت 14 تومن بود و بعد از اون حتی تا قیمت 22 تومن هم اومد و 11002 اصلاحش رو شروع کرده. بنابراین فعلا از نظر موقعیت خریدی در موقعیت بسیار خوبی قرار داره، با حجم خوبی هم مواجه شده روز آخر و همونجوری که میبینید بالاخره یه مقدار بازگشت هم به سمت بالا داشته. بنابراین حالا اگر خرید نکردید میتونه برای خرید حتی هنوز هم مناسب باشه. مثلا من که میگم هنوز، مثلا شاید فردا یه مقدار بالاتر هم باز بشه، یعنی شنبه مثلا بیان 15 تومن 15400 هم باز بشه، اونجا هم خرید کنید مشکل نداره دیگه فکر نکنید چون اومده تا 14500 قطعا یا حتما دوباره باید برگرده. خب حالا با این جوی که در بازار ایجاد شده مخصوصا برای پتروشیمی ها، اگه آثارش بالاخره از بین نرفته باشه هنوز وجود داره. البته به نظر من دیگه اون خبره یه خبر سوخته است، اون خبر در زمان خودش یعنی 17 اردیبهشت خبر خوبی بود، میشد روش تصمیم گرفت و حالا نخرید صبر کرد یا هر کار دیگه، کسی که این کار کرده دیگه کاری نمیشه انجام داد براش و فعلا اونایی که حالا نخرید نکردن خیلی دیگه نباید به اون خبر اعتنا داشته باشن، به خاطر اینکه فعلا تقریبا توی کف سالانه خودش نماد قرار گرفته. از این اساس تکنیکالی، حالا دیگه پشت پرده چه اتفاق خواهی بیفته واقعتش من نمیتونم روی اون اظهار نظر داشته باشم. نماد بعدی نماد پارسان هستش که پارسان هم به کف سه ماه خودش رسیده و با حجم خوب خرید هم مواجه شده، همونجور که مشاهده میکنید پارسان حتی از 76% فیبو هم پایین تر اومده، یعنی 61% اینجاست، قیمت 3500 حتی این رو هم شکونده اومده تا 3 تومن، تقریبا تا 3 تومن که یه قیمتی هستش که برج ببینید 3-12 داشته و حتی 12-11 و حتی حالا اینجا ببینید برج 8 و 9 اینا در همین حدود رنج قیمت بوده و در هر حال الان برگشته به قیمت قبل از سال، قبل از 8، در حالی که خب قطعا ما انتظار داریم که قیمت های جدید قیمت های امسالی باشه و بنابراین این نماد هم در موقعیت خوبی برای خرید فعلا قرار داره. نماد پارسان که فکر کنم دیروز تو یک فیلترهای دیگه همونم دیدیمش، پارسان رو یادم نی فیلتر چی بود ولی تو زور ذهنم که یه دونه نماد بود پارسان و حالا برنامه دیروزایی نگاه کنید شاید بهتر متوجه بشید. بنابراین این هم تقریبا موقعیت خوبی برای اولین پله ورود داره و خب اگر که حالا ببینید پله اول ورودتون اینجا و پله دوم دیگه میتونه اینجا باشه مثلا رو 2800، یا حالا اگر که دیگه خیلی کم ریسک هستید یا فکر میکنید این نامه هنوز تاثیرگذاره در بازار میتونید صبر کنید، شاید مثلا تا 2800 هم بود، یعنی شاید هم نیامد که نیامد چی دیگه، اینم همینجور اگه مثلا کم ریسک هستید
ببینید 13800 هم 3011 بهش رسیده، شاید دوباره بیاد مثلا 7300 13800. حالا ریسکش با خودتونه. من بهترین نقاط ورود و خروج رو دارم میگم، ولی خب درها شاید به این بهترین ها هم نرسیم. خب نماد بعدی نماد زاگروس هستش که مشاهده میکنید. خب زاگروس هم الان برگشته به قیمت تقریبا 3.12، با این تفاوت با دو نماد قبلی که ببینید دو نماد قبلی مثلا در تاریخ های 8 و 9 و اینا 9 و 10 موقع ها هم تقریبا قیمتشون همون بود و یا خیلی فرقی نداشت، ولی خب نماد زاگروس اینجوری نیست. در تاریخ 3.8 قیمتش 8900 بوده، ببینید الان 7300 رو ببینید، درسته الان برگشته به قیمت 3.12، ولی برگردیم به برج 8 هم ببینید قیمتش رو 15 بوده، 15 خورده ای بوده. خب یا مثلا این یکی پارسان رو هم ببینید، الان درسته برگشته به قیمت 3.12. اینا رانت من دارم بهتون میگم، الان رانتی داریم حرف میزنیم چون اینا رو میدونیم و میبینیم روی اینا روی نمودارها، این ما یه رانتی بلدیم و خب این رانت خوب نیست دیگه، به قول دوستمون این گونه فکر میکنن دیگه. حالا والله من دیگه اینجاشو دیگه فکر نمیکردم که دونستن مثلا دیدن قیمت روی نمودار رانت محسوب بشه، و اینکه الان بدونیم مثلا پارسان برج 8 مثلا قیمتش 3165 تومن بوده، پس ما یه رانتی رو میدونیم دیگه. حالا این گونه برداشت من بود، حالا که نظرت منظورتون چیز دیگه‌ایه لطفا بفرمایید، چون من این گونه برداشت کردم. در مورد زاگروس خب اینجوری نیست، برج 8 قیمتش رو میبینید پایین‌تره و خب بنابراین ریسکش خب نسبت به اون دوتا یه مقدار بیشتره. نمیگم که حالا این ریسک زیادی داره، ولی خب اینم نسبت به پیک خودش ببینید همون سال 1400 هم به قیمت حتی 30 تومن 31 تومن هم رسیده. یعنی اگه بخوایم از اون قیمت، قیمتی که خیلی دور هم نیست، برج 7400 هستش دیگه، به این قیمت رسیده، از اینجا حساب کنیم خب فاصلهش خوبه. الان هم که اصلاح خوبی رو انجام داده و رسیده به برج 12 پارسو. فقط تنها موردی که متفاوت اون دوتا میکنه اینه، مثلا برج 8 پارسال این قیمتش تا 900 هم اومده، و اگه ما بخوایم فیبر رو از اینجا بگیریم خب قطعا مثل اون دوتا در نمیاد که الان مثلا رو 61 یا 76 اومده بودن، یعنی قیمت خیلی خوب اومده بود، یعنی تازه رسه به 61 اگه بخوایم از اینجا بگیریم. حالا اگه اینجا بخوایم بگیریم، نه از اینجا بخوایم بگیریم، این رسته به 61 فیبر، در حالی که خب ببینید این حتی 76 رو هم رد کرده اومده پایین تر از اون. بنابراین دیگه خود دوستان در نظر بگیرن زاگروس فعلا وضعیتش این گونه هستش، و حالا شاید میشه مثلا تقسیم هم کرد، یعنی وقت مثلا شما میتونید اون مبلغ که دارید را فرضاً مثلا خواهید 30 میلیون خرید کنید، 3 تا 10 میلیون هر 3 تاشون بخرید، این هم میتونه یه برنامه‌ای باشه. خب نماد بعدی نماد لوتوس هستش که ببینم لوتوس هم آیا توی همین فیلتر بود. بله لوتوس هم همونجوری میبینید به کف قیمتی 3 ماهه خودش برخورد کرده و در حال حاضر به قیمت 382 تومن برگشته به قیمت 21.1. حالا کمتر از اون پتروشیمی ها اومده پایین، خب شاید اون پتروشیمی ها بالاخره این یکی دو روز اخیر که منفی خوردند و حالا یه مقداری اومدن پایین به خاطر جو بازار این گونه شده باشه. در حال لوتوس هم الان برگشته روی نیم فیبو، روی نیم فیبو اگه بخواد وضعیتش مثل اونها بشه خب بایستی دیگه حداقل تا 6102 یعنی تا 367 تومن رو هم پایین بیاد، ولی خب بالاخره حالا حجمش بد نبوده فعلا و عرض کنم خدمتتون حجم مشکوک را داشته، بایستی صبر کنیم ببینیم که اگه خورد به این 6102 میتونه برای پله اول لوتوس هم تقریبا مناسب باشه. باز ببینید تفاوتی که لوتوس داره همینه که توی برج مثلا 8 و 9 اینا قیمتش پایین تر بوده، یعنی قیمت رو 290 اینا هم بوده، حتی
برج 12400، حالا اوایل اینا کاری نداریم، برج 2400 و 270 اینا بوده، یه مقداری حالا فاصله تا کف سالیانش زیاده، مثلا در ارتباط با پارسان و شبتیس یه مقداری تفاوت، یه فاصله تا کف سالیانه که خیلی کمه، یعنی اصلا شبتیس که کف سالیانه رسیده، اصلا تقریبا خیلی نزدیک کف سالیانه هستش، 13800 با 14700 خیلی فرقی نداره، چیزی که سال 1401 بوده رو نگاه بکنید. و پارسان هم همینجور، پارسان هم موقعیت خوبی داشت دیگه، از 1401ش حالا حداقل نیمه دوم 1401 بخوایم در نظر بگیریم، تقریبا فاصلش خیلی زیاد است، نیمه اولش 2700 بوده دیگه، ببینید فاصله کمه. این تفاوت هایی هستش که الان میتونیم ببینیم. البته خب شاید حالا مثلا همین لوتوس بهتر عمل کنه، ما اصلا بحثمون بهتری بدتری نیست توی این فیلتر، بحثمونه که الان داریم این فیلتر رو بررسی میکنیم و میگیم نمادهایی که وجود داشتن به این صورت هستن. خب نماد شیراز هم توی این فیلتر ما نشون داده میشه که دیگه حالا برنامه طولانی شد، من اون رو بررسی نمی کنم، خواستیم 20 دقیقه کنیم که تا حالا 26 دقیقه شده، اون یه فیلترم مجبورم تو برنامه دیگه براتون بگذارم، در حال میتونید خودتون نمودار شیراز رو هم ببینید. ممنون از توجهتون، منتظر کامنت های شما هستم، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.